خداوند ما فاتح است، او عظیم و هم قادر است و جلالش این زمین را پر سازد. سرود پیروزی را بخوان، نام شاه سما را بخوان، چون دشمنان از نزدش می گریزن. سردار، سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکرهاست، جنگ از آن خداوند ماست. سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکرهاست، جنگ از آن خداوند ماست. یک دقیقه صبر کنیم. وقتی یک لشکری به یک جنگ میره، اون سربازا باید غذای خوب خورده باشن، باید خیلی از نظر ورزشی و هیکلی خیلی آماده باشن و از نظر روحیه‌ای هم باید خیلی خوب باشه روحیه‌شون تا بتونن به اون جنگ برن. ما اینجا میگیم سردار سپاه ما عیساست، پس بیاید با خوشحالی و با دستک زدن همون بگیم که سردار سپاه ما عیساست. اگه جنگ از آن خداوند ما عیسی مسیحه، پس نباید خیلی غمگین و نباید خیلی خودمون رو گرفته باشیم، بلکه با شادی، با لبخند و با قدرت به جنگ شیطان بریم. پس بیاین اینجا ما یه خورده دست زدنمون رو بازم تمرین کنیم. میتونیم با ملودی هایی که نواخته میشم نام خداوند رو جلال بدیم. آمین. شکر ده خداوند، شکر ده خداوند، سردار سپاه ما تو هستی خداوند ما، شکرت میکنیم ای خداوند. هللویا. در پی شاه ما پیش رویم، در جنگ ها غالب میشویم، او که در ماست از جهان عظیم تر است. سربازان شاه دلیرن، چون در نبرد ها میبینن، خداوند عیسی در جنگ چه مهیبت. همه با هم اعلام کنید، سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکر ها، جنگ از آن خداوند ما. سردار ما کیست؟ سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکر ها، جنگ از آن خداوند ما. جنگ از آن کیست؟ جنگ از آن خداوند ما. سردار ما، سردار سپاه ما عیسی، این خدای لشکر هاست، جنگ از آن خداوند ما. سردار ما، سردار سپاه ما عیسی، او خدای لشکر هاست، جنگ از آن خداوند ما. جنگ از آن خداوند ما هست. هللویا. جنگ از آن خداوند ما هست. هللویا. خداوند، جنگ از آن توست عیسی مسیح، تو پیروز هستی، ما پیروز هستیم. هللویا. شکر بر نام خداوند. میتونیم برای خداوند دست بزنیم. هللویا. یک شنبه گذشته و همچنین پنج شنبه روی فیسبوک عزیزان میتونید شاهد برنامه باشید و تشویقتون میکنم لطفاً باشید، چرا که به موقعیت‌های دیگه‌ای نسبت به کلامی رو که صحبت میکنیم خواهیم پرداخت. در رابطه با پریشانی و رهایی از آن صحبت کردیم و مطابق با کلام خدا حتماً به یک نتایج نسبی رسیدیم و این نیستش که بگیم به نتیجه است احتیاجی نیست ادامه بدیم و یا اینکه باید ادامه بدیم اصلا هیچی درک نکردیم. حتما مطابق کلام خداوند ما ثمره ای از این تعلیم رو داشتیم، اما این پریشانی در
کدام قسمت من هست؟ کدام وجود حاکم بر بدن من رو، احساس من رو، فکر من رو در بر گرفته؟ آیا در چشمان من هست؟ اگر در چشمانم هست، خب پس باید هوشیار باشم، همه جا رو نگاه نکنم، به هر چیزی ننگرم. اگر در گوش من هست، پس باید هر مطلبی رو گوش نکنم. اگر در زبان من هست، چه بسا میباید با هوشیاری هر چیزی رو نگم و هر موضوعی رو تایید نکنم، و چه بسا که این پریشانی از بیرون همچون ویروسی میتونه باشه که به من حمله میکنه و میخواد من رو از پا دراره، و چه بسا که یک موقعیتی رو در ما ایجاد میکنه که از ترس و نگرانی های دوران گذشته میاد. اما هر آنچه که هست دلیل توجه ذهن ما میباشه که از شرایطی که درش گرفتار هستیم، چه بسا شرایط مالی هست، موقعیت ضعف جسمانیمون هستش، موقعیت ارتباطیمون هست، رابطه هامون هستش که در خطر هستش، و یا امنیت و آرامش ما در این موقعیت داره به خطر میفته، و یا اینکه باور و اعتقاد ما، ایمان ما تو یک جایگاهی هستش که لغزش خورده، شک کردیم، و اونجا هستش که میبینیم ذهن ما سعی و تلاش داره از اون موقعیت حراست کنه، ما رو در جایگاه امنیت خودش قرار بده. ثمره تحقیقات و تلاش ذهن ما چند درصد میتونه مفید باشه؟ چه مقدار این تلاش حقیقتا مؤثر خواهد بود؟ آیا منابع ذهن ما از تجربیات ماست؟ آیا از اخبار شنیده شده هستش؟ آیا از دانشی هستش که در طول عمرمون کسب کردیم، و یا نصیحت‌های دیگران، و یا از خیالات ترس و نگران بوده، و یا شرایط سختی که چه بسا در اطراف ما رو احاطه کرده و موقعیت جبری رو برای ما ایجاد کرده، بر فرض اینکه شخصیت و جایگاه ما رو تهدید میکنه و مجال اینو نمیده ما در یک جایگاه خوب و امنی باشیم. نتیجتا مهارت ذهن ما این هستش که در صدد هست که زندگی ما رو در امنیت و یک طعم خوب نمایان کنه، یک جایگاه خوب بهش یک طعمی بده که این طعم دلیلی بشه برای اینکه ما به پیروزی ها برسیم. در غیر این صورت مسلم میدونیم اگر این گونه عمل نکنه، سرنوشت ما رو برق میزنه، سرنوشتی که نمیتونه خوشایند باشه برای ادامه حیات و زندگیمون. نویسنده مزمور 84 اندیشیدن در حضور خدا رو مرکز تدبیر درست میدونه، با تجربه‌ای که داره و داره به ما میآموزه. در مزمور 84 5 الی 6 اعلام میکنه: خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو است. یعنی در حضور تو آمدن و از آرامش تو، از محبت تو، از قوت تو، از شادی تو پر شدن و توان این رو دارن که موضوعاتی که براشون ایجاد میشه با اون بتوانن استقامت کنن تا به یک نتیجه خوب و مطلوب برسن. خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو است و طریقهای تو در دلهای ایشان، یعنی اون حکمت تو، اون اراده تو در افکار و احساسات و تصمیمات اونها است، و طریقهای تو در دلهای ایشان، چون از وادی بکا عبور میکنن، یعنی از جایگاهی که درش خوشسالی هست، درش شرایط سخت است، درش بحرانها هستش، درش رنج هست، عبور میکنن، آن را چشمه میسازن. پریشان که نمیشن هیچی، تازه اون کویر رو به بوستان تبدیل میکنن، تازه اون موقعیت سخت رو به بهترین شرایط ایجاد میکنن، و باران آن را به برکات میپوشانند. بارانی که از روح مقدس خداست، در حضور او هستیم، و دلیلی خواهد شد که ما بتوانیم از موقعیت‌های سخت، همون گونه که پولس رسول در رومیان 8:28 اعلام می‌کنه،
اون رو به خیریت تبدیل کنیم، نه اینکه فرار کنیم، نه اینکه آشفت دل بشیم، نه اینکه شروع کنیم به شکوه، به شکایت. هرچند از بود انسانی ما در این موقعیت ضعف هستیم که در سختی و مشکلات ابراز ناراحتی میکنیم، ابراز خستگی میکنیم، اما علت اصلش این است که من تقویت نشدم، من قبل از این که به این مشکل برسم ضعیف بودم. همون گونه که همه ما شاهد هستیم، کسانی متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن در برابر ویروس کرونا که افراد ضعیف و ناتوان بودن و افرادی بودن که دارای مریضی‌های سختی بودن و اونها زودتر تهدید شدن. بود زندگی ما هم همین گونه هست نسبت به تمام مسائلی که ایجاد میشه. شاعر اعلام میکنه یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم. از خدا میخواد، چون از دیگری اگر بخواد، خدا رو شکر برای وکلا، برای پزشکان، اگر از دیگران بخوان، دیگران محدودن، دکترا داره، پروفسوره، اما محدوده. چه مقدار میتونه به ما این شرایط رو برای ما ایجاد کنه که ما تضمین 100% داشته باشیم آنچه که پزشک میگه، آنچه که کانسلر داره به ما میگه، آنچه که به عنوان یک مشاور متخصص داره به ما میگه 100% انجام خواهد شد؟ چه کسی هست که یک چنین تضمینی رو به ما میتونه بده؟ از این رو شاعر میگه یا رب تو چنان کن، تو انجام بده، نه من. هیچ انتظاری از من نداشته باش در این وضعیت پریشانی، در این موقعیت که متاسفانه دنیا الان اسیر هستش. دنیا اسیره. خب ما سرگرمیایی برای خودمون درست کنیم، مشغول اون سرگرمی ها میتونیم باشیم که نشون بدیم که نه، ما تو اون مشکل نیستیم، ولی هستیم، هستیم، از درون هستیم، تو اون سرگرمی هم قرار گرفتیم، اما در وجودمون باز گویا یک پریشانی هست. از این رو هست ما قادر نیستیم که از اون موقعیت پریشانی بیایم بیرون. پس این تدبیر رو این نویسنده میگه به خدا بده در مزمور 84، و این شاعر این گونه میگه یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم. هرچند خوبه ما باید همدیگر دستگیری کنیم، اتفاقا تو این شرایط سخت ما باید به هم محبت کنیم. وقتی میبینیم تو تنگی هستیم، از دعا تا عمل، نه فقط در دعا و دعا، باید دستی باشیم که بتونیم دیگران رو دستگیری کنیم، و این بد نیست. اما این شاعر و این نویسنده مزمور 84 در روبرو با خدا خودشون رو میبینن، حتی میخوان مستقیم از خدا اون برکت بیاد، نه اینکه بین خدا و اونها کسی باشه. پس ادامه میده یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، بی منت خلق خود مرا روزیده. شاید افرادی هستن کمک میکنن، محبت میکنن، هیچ منتی هم نمیذارن، ولی احساس ما چیه؟ حس میکنیم نه، ما باید جبران کنیم. حس اونه که انگار داریم به ما باز یه لطفی داره میکنه. آخه انسانه، خدا که نیستش که محبت آگاپه در وجودش باشه، خداست. پس این حس رو من و شما میده، فلانی که کمک من کرد که باید به هم کمک کنیم، بالاخره من یه جوری جبران کنم، یه انتظاری شاید داشته باشه. بی منت خلق خود مرا روزیده تا از در تو بر در ایشان نشوم. حتی به توسط تو خداوند کسی به من کمک نکنه. و این نماد یک توکل کامل به خدا که میتونه ذهن ما رو تقویت کنه و در جایگاه خوب بیستیم. اعتماد و وفاداری به کلام خداوند نیست به ما کمک خواهد کرد تو پریشان حال نشیم. نمیدونم چقدر وقت به کلام خدا میدید، هر چقدر بیشتر به کلام خدا وقت میدید، من مطمئن هستم شما آروم ترید. شما افرادی هستید خوب تصمیم میگیرید، شما افرادی هستید تو سختی‌ها و مشکلات میتونید تو یک امیدی قرار بگیرید، یک دفعه به از هم نمی پاچید، پریشان نمیشید هر چقدر. یک موضوع خیلی خطرناکی که الان دنیا رو متاسفانه در بر گرفته همین تلفن‌های موبایله که ما رو رها نمی‌کنه. خیلی خوبه، اتفاقا به نظر من چیز بدی نیست، چون ما از همین موبایل داریم استفاده می‌کنیم. همین الان خیلی دارم ما رو روی موبایل می‌بینم، بسیار عالیه، خیلی خوبه، من خوشحالم حقیقتا.
اما اگر این موبایل، اگر اون کارم، اگر اون عشقم، اگر اون موقعیتم، اگر اون هدفم بیشتر از اون چیزی که من باید در حضور خدا باشم منو اسیر کنه، این اصلا خوب نیست. این همون بت‌هایی هستش که امروز ما میخونیم در کلام خداوند که در گذشته قوم‌ها بت‌هایی داشتن. این الان شده همون بته، نه تنها موبایل، هر چیز دیگه. اولویت وقت من اگر کلام خدا باشه، این کلام خدا اجازه نمیده، مجال اینو نمیده من پریشان حال بشم. صبحگاهان چقدر به خدا وقت میدیم؟ سلیمان به خوبی این تجربه رو داشته، با توجه به اینکه سلیمان شخص ثروتمندی بوده، پادشاه سرزمینی خوبی بوده و میدونیم که به حکومت سلیمان میگن حکومت طلایی، صلح برقرار بوده، کسی جرئت نمیگه با سلیمان بجنگه، هیچ کس. هر کسی که در برابر سلیمان میستاد به او فقط هدایا میداد، شاید کشور خودشون هم ضعیف بودن ولی بهترین هدایا رو میدادن که سلیمان حمله نکنه به اون سرزمین. اما سلیمان مرد خداست. در کتاب امثال 16:20 این گونه میگه: آنها که از کلام خدا اطاعت میکنن، آنها که به خداوند وفادارن. اطاعت خدا چندین از من، اطاعت خدا از ما نمیخواد، خدا از ما وفاداری میخواد، چون خدا ما را آزاد آفریده. لطفا شما هم به کسی تعلیم ندید، خدا از ما اطاعت میخواد، این تعلیم اشتباهه. خدا از ما وفاداری میخواد، خدا انسان را آزاد آفریده، مذهب اطاعت میخواد، ولی ما لا مذهبا که رابطه عاشقانه با خدا داریم وفاداری رو باید بیاموزیم و به دیگران تعلیم بدیم، از جمله به بچه هامون، به دوستانمون. خدا از ما وفاداری میخواد. کلام خداوند دستور نیست، کلام خدا بهترین پیشنهاد هست. از دیدگاه من، بقیه رو نمیدونم، بهترین پیشنهاد هست. رأیش هر شخصی است که اون رو مطالعه میکنه، چون خدا انسان رو آزاد آفریده. اعلام میکنه آنها که از کلام خدا اطاعت میکنن سعادتمند میشوند. باز دو جهان، هم روی زمین هم در آسمان، پیروزی ها دارن، مشکلات هست، سختی ها هست، اما عبور میکنن. و ادامه میده: و کسانی که بر او توکل نمایند برکت مییابند. ریشه برکت گفتیم چیه؟ نجات. نجات ریشه برکته. پول، ازدواج، فرزند، کار خوب، عزیزان اینا ثمره برکته، اینا میوه های برکته. مانند گناه، گناه یعنی نزدن به هدف. هدف چیه؟ با شکل خدا بشیم. هر فکری، هر احساسی که شکل خدا نباشه، هر سخنی، هر نگاهی، هر شنیدنی که به شباهت خدا نباشه گناهه. اما دروغ، زنا، دزدی، اینها میوه های گناهه. خود گناه نیست، اینها میوه هاشه. وقتی کسی در حضور خداوند نیست و نمیتونه رشد بکنه، آسیب خواهد خورد و نمیتواند در راستی باشه. پس بنابراین نویسنده سلیمان تایید میکنه به این که خودش این رو یافته، از کلام خدا یافته. امروز چقدر بیشتر من و شما رو همین موبایلامون ما میتونیم بایبل داشته باشیم، کتاب مقدس داشته باشیم، به راحتی میتونیم در کشورهای آزاد به کلیسا بریم، به کلاسا بریم، بایبل استادی داشته باشیم، کلام رو بخونیم و کلام خداوند وجود ما رو شاد کنه. نویسنده اعلام میکنه عشق نخستین، عشق نخستین، لطفا توجه کنیم، یعنی اون اولویت، عشق نخستین گام به سوی خداست، یعنی اولین حرکت به سوی خداست. شما میگید من یه نفر رو خیلی دوستش دارم، خوبه که یه نفر رو دوست داری، خوبه کارتو دوست داری، خوبه که رویایی رو دوست داری، خوبه آزادی ایران رو دوست داری، اما همه اینا به چی داره بسنده میکنه؟ به من که 50 سال، 100 سال بیشتر عمر نخواهم کرد، تموم میشه دیگه، میخوام چیکار کنم بعد؟ حالا برفرض میگیم این نظام اسلامی تا 50 سال دیگه هم خدایی نکرده موند، اگر مردم تصمیم نگیرن از این باور اسلامی جدا بشن، مسلما میمونن اینها، مگر مردم از وجود عوض بشن، از ریشه عوض بشن، شاید بمونه. خب رسول تو که دیگه نیستی، حالا عشقت ایران باشه، میخوای چیکار بکنی؟ دیگه نیستی، اما خدا همیشه هست. پس بنابراین عشق نخستین من گام به سوی خداست، از اون هست این عشق میاد. همین دلیلی خواهد شد که ما بتوانیم همسر خوبی باشیم، برادر خوبی باشیم، خواهر خوبی باشیم، پرستش خوبی در حضور خدا باشیم، کلام خوبی رو داشته باشیم، عضو خوبی برای کلیسا باشیم، همکار خوبی باشیم،
کارمند خوب باشیم، منیجر خوب باشیم، کارگر خوب باشیم، وقتی که اجازه میدیم عشق نخستین ما گام به سوی او باشه. و ادامه میده و تسلیم آخرین گام، آخرین نهایت موقعیت زندگیمون، و این و تسلیم آخرین گامه، یعنی تمام آن چرا که تصور میکنم توی زندگی من میتونه تموم بشه، نهایتش اینه که من به خداوند وفادار هستم، تسلیم اون هستم، که باز این اطاعت نیست، این وفاداری هست. پس تسلیم آخرین گام و این دو گام کل سفره. تمام. از عشق خدا پر شو، پریشان نمیشی، ناامید نمیشی، نمیترسی. مشکلات همیشه میاد. چند نفر در هفته گذشته اتفاقای افتاده شما رو پریشان کرده؟ من خواب دیدم، حتی به هیچ کس نگفتم. وای یالا، خانم منو ول نمیکنه، باید حتما براش تعریف کنم. آره خب، به هر حال خواب هممون خواب میبینیم، گاهی از خوابها بهتر هستش که براش فقط دعا کنیم، ولی پریشان میشیم. حتی با خواب ما پریشان میشیم، با صحبت دیگران نسبت به زندگی خودشون ما پریشون میشیم. مثلا طرف میرسه میگه که آره منو اخراج کردن، میگن وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی بده، حالا اون داره برای خودش ناله میکنه، من از درون دارم برای خودم ناله میکنم. نکنه به منم بگن امروز منیجرم میخواد کج من نگاه کن. یادم همین اجازه میدم این دلیلی بشه که من پریشان حال بشم، و این پریشانی تو هر جایگاهی که هستی به تو آسیب میزنه. یک همسر هستی، همسر خوبی هستی، ولی چون پریشان هستی مجال دیدن محبت همسرتو نمیدی. یک دوست خوب داری، باش رابطه داری، ولی چون فکرت پریشان هست نمیتونی دوستی و محبتتو به اون خوب انتقال بدی. پزشک هستی، پزشک خوبی هستی، اما نمیتونی امید به مریضت بدی. وکیل خوبی هستی، نمیتونی تدبیر خوبی برای موکلت داشته باشی. پس پریشانی روی ما تاثیر میذاره. زنی که قصد پرواز داشت به یک کشوری، وقتی وارد فرودگاه میشه متوجه میشه که نیم ساعت هواپیماش تاخیر داره. به هر حال یه خود اول به هم میریزه و اینا، میره توی فروشگاهی و یه پاکت کوچیک پسته میخره و میشینه کنار پنجره که میزی بوده و همین که داشت نشسته بوده اونجا، یه مردی هم میاد اونجا، اون برای یه صندلی بوده، اونم میشینه و این شروع میکنه از توی پاکتی که روی میز بوده پسته برداشتن و خوردن و فکر کردن. نگاه میکنه این مردم داره از تو همون پاکت پسته برمیداره. یه چپ چپ بهش نگاه میکنه، میگه عجب روی داره، اصلا حداقل نگفت من بهش تعارف کنم. برای این دوتا برمی داشته، اونم دوتا برمی داشته، این یه مش برمی داشته، اونم یه مش برمی داشته. برای اعلام میکنن که پرواز این خانم بر آماده است که بره توی هواپیما بشینه. این هم که بلند میشه بیاد پاکت رو برداره، مرد پاکت رو ور میداره، میده توش دوتا دونه است، یکی برای خودش ور میداره، یکی هم میده به این خانم. اینم با عصبانیت پاکت رو ور میده، مچاله میکنه، میندازه تو صد آشغال و چپ چپ نگاه میکنه میره. وقتی میره توی هواپیما میاد مدرکش تو کیفش بذاره، میونه پاکت پستش تو کیفشه. وقتی که فکر پریشان داریم، تمام موقعیت های دیگه که برای ما پیش میاد اون رو بد میتونیم ببینیم و دلیلی میشه که آسیب ببینیم. درست مثل این هستش که ما عینکی داریم که این عینک کاملا قرمزه. وقتی قرمز باشه خب من بزنم به چشم همه چیز رو قرمز میبینم. از این رو مولوی زیبا میگه، اعلام میکنه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، همچون عینکی که شیشهش مشکی بوده. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. همه دنیا رو بد می دیدی و مجال این رو نمی دادی آنچه که به عنوان یک حقیقت هست رو ببینیم. پس رمز پیروزی برای داشتن یک زندگی خوش که طعم خوب بده چی میتونه باشه؟ به یاد آوردن خدا، محبت و وعده او. در انجیل لوقا باب 10 آیه 17 الی 20 میتونیم داشته باشیم، ولی وقت نیست که بخونیم، عزیزان میتونن فقط مشاهده کنن که عیسی مسیح اعلام میکنه به شاگردان به یاد آورید آنچرا که در شام خداوند بود، شب آخر قبل از اینکه مسیح روی صلیب بره. میتونید بخونید لطفاً آیات رو، هر کسی برای خودش. پس میگه به یاد بیارید
که من این عهد رو با شما دارم میبندم. قراره به خاطر گناهان شما، دردهای شما، رنجهای شما، مشکلات شما، ترسای شما، تمام موقعیتهای شما، من روی صلیب برم و هرچند میمیرم، اما وعده داده شده بود که اون نیز قیام خواهد کرد. در بود همین موقعیت نویسنده مزمور 92 1 الی 14 رو بشنویم. زهره جان لطفاً این کلام رو بخونید. مزمور 92 1 الی 14 که به نوعی داره به ما میآموزه. لطفاً توجه کنید به این آیات. خدا ببخشید، شاید بهتر باشه که واعظ یه خود بیشتر حرف بزنه، دو تا آیه بده. اما این کلام هست که باعث عوض شدن من و تو خواهد شد. زندگی ما رو عوض میکنه. تو سختیت، تو بیپولیت، تو ضعفت، تو مریضیت، بهت امید میده، آرامش میده، تو رو تقویت میکنه. بله؟ خداوند را حمد گفتن نیکوست و به نام تو تسبیح خواندن. پس هر لحظه رو نویسنده اعلام میکنه، هر لحظه ما بتونیم با به یاد آوردن کار خداوند، هر لحظه با به یاد آوردن کار خداوند، با به یاد آوردن کلام و وعده های خداوند ما زندگی کنیم. تو ماشینت میشینی، خدای شکرت من ایمان دارم تو با من هستی، خداوند محبت تو اعلام کرده، تا انقضای عالم تو مرا رها نخواهی کرد، با این امید میری. حالا اتفاقی هم افتاد، ولی اینو میدونی که خدا با تو هست. پس بعد از این یک شرایط نیکویی خواهد آمد. بله؟ ای حضرت علا، بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را بر ذات ده اوتار و بر رباب و نغمه هجایون و بربط. هر صبح در حضور خدا بریم تقویت بشیم از محبت خدا. متاسفم اکثر ماها که ببخشید، از عزیزانی که ارامنه هستن، آشوریان عزیز که بین ما هستن، از بکران مسیحی هستید شما، اما ما که از بکران اسلام هستیم، متاسفانه در نوع تعلیممون برای خوندن نماز عشقی نبود. نمیگم دوست داشتن خدا نبود، چرا؟ دوست داشتن خدا بود، چون شناختی از خدای حقیقی نداشتیم، پس ما عاشق نبودیم. برای همین هستش که متاسفم مسلمانانی هستن روی زمین دست به اعمالی میزنن که باعث تعجب بقیه میشن، حتی باعث تعجب بت‌پرستان میشه. چه کاری تو داری میکنی؟ باعث سربریدن میشی، زنتو میزنی، زنانو شلاق میزنی، کسی که روزه برفرض خورده شلاق میزنی. تعجب میکنن به خاطر اینکه عشق نیست. اگر درک درست از عشق باشه، اون موقع در اون جایگاه مسلماً تصمیمات درست و حکیمانه گرفته میشه. ولی نویسنده اینجا داره میگه صبح زود اولویت وقت تو به خود خدا بده، وجود تو از محبت و عشق خدا پر میکنی، شبم همینطور میری تقدیس میکنی فکرت رو، دلت رو، ناراحتیاتو تقدیس کن، بده تو دست خداوند و اون موقع میبینی زندگی تو عوض خواهد شد، پریشانی از تو گرفته میشه. بله؟ زیرا که ای خداوند، مرا به کارهای خودت شادمان ساخته ای، به سبب اعمال دستهای تو ترنم خواهم نمود. ای خداوند، اعمال تو چه عظیم است و فکرهای تو بی نهایت عمیق. پس اگر اتفاقی میافته توی زندگی ما، حالا هر اتفاق، به جای این که ما ذهنیتمون رو پر کنیم که بعد از این بدبخت میشیم، بعد از این مریض میشیم، بعد از این بی پول میشیم، بعد از این تنها میشیم، این فکر و اندیشه رو بکن. خداوندا، تو به من اجازه دادی من وارد یک فصل تازه بشم. از کجا معلوم؟ آنچرا که به عنوان یک پریشانی، یک اتفاق توی زندگی اومده، این به خیریت تو نباشه. شاید میخواد فصل زندگی تو رو عوض کنه. بارها به خودت گفتی من این حرکت رو میخوام انجام بدم، من این کار انجام میدم، اما نکردی، چون خیلی تو تنگنا نبودی. حالا رژیمه؟ نمیدونم. یک کار جدیده؟ نمیدونم. تو یک موقعیت دیگه میخوای خودتو قرار بدی؟ نمیدونم. ولی اصلا انگار اینقدر تو اون تنگنا نبودی که توی اون تصمیم درستت جدی باشی، با اقتدار بایستی. پس بنابراین با اقتدار نایستادی اون موقع. الان این فشاری که اومده، این پریشانی که در تو اومده، داره این فضا رو برات ایجاد میکنه. وارد یه فصل تازه بشو. که در این دو سالی که دوران قرنطینه هستش، من میدونم خیلی ها وارد فصل جدید
زندگیشون شدن. خود من و کلیسا، کلیسای ما واقعا تو یک فصل جدیدی داره وارد میشه. شاید در گذشته در صدر این من بودم که کارهایی رو انجام بدم، اما انقدر تو تنگنا نبودیم. اما حالا توی تنگنایی قرار گرفتیم، تصمیماتی رو داریم میگیریم که دوست داشتیم اما نمیشد. اما حالا این فضا برای ما ایجاد شده. شاعر اعلام میکنه: وقت آن شد آنچه میدانی کنی. الان زمانشه. تو بدترین شرایط هستی. اتفاقا الان اینو بدون. چرا به دنبال این هست که پریشان حال بشی؟ بترسی اینقدر. از خدا دست یاری بخواه که زندگی تو رو عوض کنه، دگرگون کنه. وقت آن شد آنچه دانی کنیم. اندکی گاهی پریشانی کنی. آره خب. پریشانی اولش آلارمه. بارها از من شنیدید. ترس اولش آلارمه. نگرانید اولش آلارمه. افسردگی هم اولش آلارمه. ادامهش بده. ادامه نده. همون ابتدا یک تصمیم درست بگی، ولی با خدا. وقت آن شد آنچه میدانی کنی، اندکی گاهی پریشانی کنی، اندکی از خیشتن بیرون پری، از اون امیال کهنه، فکرهای قدیمی بزن بیرون، راهو باز کن برای خودت، باز به کمک خداوند. ماورای هرچه میخواهی کنی، بیشتر از اون چیزی که تصور میکردی. چرا موقعیت‌های بد رو بد میبینیم، خودمون رو پریشان حال میکنیم؟ از اون نیز پرواز کنیم، چون خدا با ماست. به توکل خودم نه، به توکل وکیلم نه، به توکل پزشکم نه، به توکل خدا. و اون موقع این زندگی ما عوض خواهد شد. و اکثر مردان و زنانی که در جهان امروز جایگاه‌های بسیار عالی دارن، افرادی هستن که در سختی‌ها و مشکلات توانستن از زغال به الماس تبدیل بشن. و چه بسا که اون زمانی که شما پریشان حال هستید، همون زمانی هست که خدا میخواد از تو یک الماس زیبا بتراشه. اجازه بهش میدید یا نه؟ اگر اجازه بهش میدیم، به اون وقت بدید. اولین گاممون برای عشق خود خدا باشه. بله؟ مرد وحشی این را نمیداند و جاهل در این تأمل نمی کند. وقتی که شریران یعنی مثل... کسی آگاهی نداره. کسی که گذشته من یک مرد وحشی بود. جاهل بودم، نمیدونستم. تصور میکردم اگر برم جمکران قم که میرفتم، از شب تا صبح نماز امام زمان بخونم که میخوندم، تا صبح نماز امام زمان میخوندم، این دلیل خواهد شد دعای من اجابت بشه. ولی وقتی مسیح رو شناختم، همین که میگم مسیح خداوند رو دوستت دارم، اون کنار منه، قلب منو لمس میکنه، توی ماشینم، زیر دوشم، نمیدونم هر کجا هستم، اون با منه. این قصه ها چی بود؟ اون موقع جاهل بودم، اون موقع وحشی بودم، چون دست به اعمال و رفتاری می زدم که به هیچ وجه درش تمدن روحانی دیده نمی شد. بله؟ وقتی که شریران مثل علف می رویند و جمیع بدکاران می شکفند، برای این است که تا به ابد هلاک گردند. لکن توی خداوند بر علایلین هستی. آمین. تا به ابدالآباد. زیرا اینک دشمنان تو ای خداوند، هان دشمنان تو هلاک خواهند شد و جمیع بدکاران پراکنده خواهند شد. یعنی هر موقعیت که توی زندگیت میخواد به تو پریشانی بده، وقتی خدا رو میشناسی، عدالتش رو میشناسی، محبتش رو میشناسی، رحمتش رو میشناسی، حکمتش رو میشناسی، نمیگم همه رو، همون اندک رو که میشناسی، اینو میدونی تمام موقعیت‌های بد من و شما رو او به نیکویی تبدیل میکنه. اون قادره، اون میتونه و اون عاشق ما هست و این کار رو برای ما انجام میده. بله؟ و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلند کرده ای و به روغن تازه مست شده ام. یعنی در جایگاه عالی مرا قرار دادی. بله؟ و چشم من بر دشمنانم خواهد نگریست و گوشهای من از شریرانی که با من مقاومت میکنند خواهد شنید. هر موضوعی که اینجا داره اشد مسائل رو میگه، هر موضوعی که شما رو میخواد پریشان کنه، بالاتر از مرگ که نیست، هست. مرگ آخرین ترس دیگه و کاملترین ترسه. عیسی مسیح مرد و قیام کرد و به ما این تدبیر زیبا رو داد، به ما نیز این نشانه رو داد که حتی بعد از مرگ ما حیات خواهیم داشت. که این مرگ نه، بلکه اون خواب هست که خواب جسمانی هست، چیزی حتی به عنوان مرگم نخواهد بود. ما در حضور خدا خواهیم بود که کمال خوشی هاست. بله؟
عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت. کسی که رابطه خوب با خدا داره. صبح، شب، وسطش نمیدونم حالا چی کار میکنی. سرود گوش میکنی. با اون رابطه داری. توی موقعیت کاری همچنین. بله؟ و مثل سرب آزاد در لبنان نمو خواهد کرد. رشد خوبی خواهد داشت. بله؟ آنانی که در خانه خداوند غرس شدند در صحنهای خدای ما خواهند شکفت. آمین. در وقت پیری نیز میوه خواهند آورد. آمین. پس فرق نمیکنه. مثل من جوان باشید. خواستم یه برادر اون آخر هست با شوخی کنم میگم به مزیشون پیر باشید. نه. آخر جلسه. بله. در هر صورت تو هر موقعیتی که باشیم این رو بدونیم. خدا حامی ماست. خدا از ما حمایت میکنه. پیر و جوان و بچه نداره. بله. و تر و تازه و سبز خواهند بود. آمین. تا اعلام کنند که خداوند راست است. آمین. او صخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست. آمین. آمین. تازه ما نیز گواهی میشیم. اگر زمان عشای ربانی بشه فقط یکی دو نفر نمیگن ما گواهی داریم. همه میگن ما گواهی داریم. همه میگن ما خبرای خوشی داریم. چون دارید. چون خداوند در زندگی همه ما کار انجام داده. پس بنابراین ما سکوت نخواهیم کرد. چون ایمان آوردم سخن خواهم گفت. مطابق مزمور 116 آیه 10. پس سکوت نمی کنم. در امید او زندگی می کنم و دهان من نیز امید خواهد بودش. و مجال این رو نخواهد داد که در جایگاه بدی نیز قرار بگیرم. اما اگر تصمیم دارید در پریشانی باشید، در نگرانی باشیم، این رو بدونیم. پریشانی و نگرانی عادت هم میشه. افرادی هستن که فقط دنبال این میگردن ببینن چه اتفاقی میفته زود پریشان حال بشن، حالشون بد بشه و این رو یکی عادت کردن تو زندگیمون. با اینکه میدونن ترس بده، با اینکه میدونن پریشانی بده، با اینکه میدونن نگرانی بده، ولی گویا دنبال یه موضوعی میگردن. حتی موضوعات انقدر تو تفکراتشون بزرگ کن تا پریشان حال میشه. و نباید این مجال رو بدیم، چون این پریشانی به ما آسیب میزنه. شخصی میره بیمارستان تا آمپول بزنه، پرستاری که داشت آمپول میزنه نگاه میکنه میبینه پلسیرینه، میگه ببینم قبلا پلسیرین شما زدید؟ میگه بله بله. هیچی میزنه، همین که میزنه دو سه دقیقه حالش بد میشه، قش میکنه. بالاخره دکترها میان اینو به هوشش میارن، میگن تو که گفتی من پلسیرین زدم؟ گفت بله خب زدم. گفت ببینم آخرین بار کی زدید؟ گفت دیروز زدم، اتفاقا دیروزم حالم بد شد. خب ما که میدونیم ترس و نگرانی آشفته میکنه ما رو، پریشان میکنه، چیکار داریم باهاش؟ بریم در حضور خداوند و خداوند هستش که ما رو برکت خواهد داد و نام خودش رو جلال میده. آمین. بریم آخرین آیه رو هم بشنویم. میتونیم سه نکته هم داشته باشیم، وقت نیستش، به خاطر همین بعضی از آیات رو میذاریم برای هفته بعد مطالعه داشته باشیم. نسبت به اون سه نکته رو عزیزان من دیگه نمیگم، فقط سریع ازش بگذریم، چرا که میخواییم نزدیک سفره خداوند بشیم. اون هفته هم دربارش صحبت کردیم. فقط آیه آخر رو داشته باشیم، نامه یعقوب 1:1-5. آماده هستیم به سفره خداوند نزدیک بشیم؟ من تشویق میکنم شما عزیزان رو. روزای عشای ربانی معمولا اول ماه هست. به دوستان، خواهر و برادران ایماندار خودتون تو زنگ بزنید. فردا یک شنبه یا دو روز دیگه شنبه همدیگر رو خبر کنید. چون برای خودشون هم برکت هستش. البته قابل درک است یه موقع مسافرت مثل این ایام، یه موقع خدا نکنه مریضی هستش، مشکلی هست، این نیست، گناه نداره. اما اینو مسیح از ما خواسته که هممون کنار هم باشیم در زمان عشای ربانی، چون پیامی رو برای ما داره، یک پیام تازه میخواد وجود ما رو بشوره. مثل امروز که تمرکزمون رو یافتیم در حضور خدا تا دیگه پریشان حال نباشیم، در هیچ موقعیتی پریشان حال نباشیم. بله، نامه یعقوب 1:1-5. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید. پس اگر مشکلات و سختی ها میاد خوشحال باش. در نامه افسسیان 5:20 میگه شکرگزار باشیم. ولی خب نمیشه، ولی وقتی که در حضور خدا رفتیم، از صبحگاهان کلام با کلام زندگیمون رو شروع کردیم، این قوت در قلب ما هست، این آرامش در ما هست که در زمان مشکلات هم ما یک حس خوبی رو داشته باشیم. خدا ما رو دستگیری میکنه. پس شکرگزار هستیم. بله.
چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند. آمین. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. آمین. و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا می کند. به سخاوت می ده. کم نمی ده. میگیم خداوند این مشکل کوچیک ما رو حلش کن. نه تنها این مشکل حل میشه، مشکلات بزرگتر هم حل خواهد شد. این ایمان رو داشته باشیم. بله. و ملامت نمی نماید. آمین. و به او داده خواهد شد. بدون اینکه منتی باشه. آمین. هللویا. 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 پولس رسول اعلام میکنه که وقتی که نزدیک سفره خداوند میشیم، ذهن و فکر خودمون رو تقدیس کنیم از هر کینه، از هر گناهی. و کلام خداوند میگه همه گناه کردن و جلال خدا قاصر هستن. و یوحنا اعلام میکنه اگر کسی بگه من گناه نکردم، خدا را دروغگو اعلام کرده. پس تا زنده هستیم میتونیم اشتباهاتی کرده باشیم، مسلما مثل قبل از ایمانمون نیستیم. اما میخواد شما عزیزان خواهش کنم لطفا بیستیم. هر کسی به اندازه یک دقیقه در ذهن و فکرش، اونایی که میتونن بیستن، البته همه نه، هر کسی میتونه بیسته بیسته، یک دقیقه اندیشه کن ببین در طول هفته گذشته چه موضوعاتی تو رو اسیر کرده و پریشانت کرده. تسلیم خدا کن. در چه موقعیت‌هایی بودی که باعث این شده نسبت به دیگری ناراحت بشی؟ اونم تسلیم خدا بند کن. به طور خاص هیچ کینه ای رو اجازه نده در قلبت باشه. هیچ خشمی رو نذار در تو پنهان بشه. همه رو تسلیم خداوند کن. حالا نقطه ضعف‌های خودت رو تسلیم خدا کن. هر چی که میدونی هست، آگاهی. حتی اگر در جسمت ضعفی هست، همین الان به خدا بسپار. قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بردار. قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بردار. بردار زنجیرها از دست و پایم تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. در نام قدوست آزادی دارم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. بردار زنجیرها از دست و پایم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. در نام قدوست آزادی دارم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. آزادم، آزادم، من آزادم، من آزادم در عیسی. من آزادم، آزادم، من آزادم، من آزادم در عیسی. اعلام کنید عزیزان، آزادم، من آزادم، آزادم در عیسی. تو آزادی، آزادی، تو آزادی، تو آزادی در عیسی. ما آزادی، آزادی، ما آزادی، ما آزادی داری. به شیطان بگید ما آزادیم، آزادیم، ما آزادیم، ما آزادیم داری.
قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بردار. اعلام کنید قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بردار. بردار زنجیرها از دست و پاهایم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. در نام قدوست آزادی دارم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. قدوس قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بر. هللویا. قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نما، بارهایم را از دوشم تو بردار. بردار زنجیرها از دست و پاهایم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. در نام قدوست آزادی دارم، تا تو را پرستم، تا تو را ستایم. اعلام کنید آزادم، من آزادم، من آزادم.